میلاد سلام. سلام سلام، صدا خوبی؟ میاد؟ بله صدات میاد. میخواستم در مورد تو میلادی هستی که سوپر چت میفرستی؟ نه نه اون نیست. میخواستم در مورد رابطه دین و اقتصاد و دخالت هایی که دین تو سیستم عرضه تقاضا میکنه و ریشه مشکلات اقتصادی که تو ایران به وجود اومده با دخالتایی که حالا حکومت میکنه و اون نگاهی که از بالا به پایین دین داره، فکر میکنم تاثیرگذار بوده تو خود اقتصاد، یعنی اون سیستم مکانیزم عرضه تقاضا رو میتونه دچار اختلال بکنه. حالا نمیدونم نظر تو چیه، چجوریه، تا حالا باش فکر کردی؟ اصلا دین باعث اختلال تو چی نمیشه؟ یعنی خب وقتی یه سیستمی رو که ببین، تو همه چی تاثیر میذاره، تو همه چی تاثیر منفی میذاره. خب شما تمام وقتی که دین وارد سیاست میشه، محاسبات شما بر اساس یک سری فلسفه هایی هست که زندگی انسان بعد از مرگ ادامه داره. خب شما اگه بخواین از فقط دین، اگه فقط همین بود، حتی اگه بقیه بدیای اسلام رو نداشت، این تمام محاسبات ما رو میرزه به هم. اینکه ما بخوایم چی به نفع انسان باشه، چی به نفعشون نباشه، ما باید چی کار بکنیم که مثلا مقدار لذت و رفاه و خوشحالی اینا رو بخوایم افزایش بدیم، زجر و ناراحتی رو بخوایم کم کنیم. شما اگه بر اساس یه عقاید غلط بخواید بیارین تصمیم گیری رو بکنید، هرچی این عقاید غلط قدرتشون بیشتر باشه، ضرر و هزینه‌ای که برای جامعه داره رو بیشتر میکنه. این خیلی چیز واضحه. اصلا من نمیدونم، شما اصلا دینم نباشه، خب یه سری عقاید کاملا اشتباه که درباره نظریه‌های کامل درباره این که اصلا جهان چی هست، ما کی هستیم، طبیعت چجوری کار میکنه، از کجا اومدیم، هدف زندگی چیه، یه سری نظریه غلط، حالا دین باشه یا دین نباشه. اگه کسایی که این نظریه رو بهش اعتقاد دارن، هر چی که قدرتشون و قابلیت دستکاریشون روی زندگی مردم بیشتر بشه، هزینش برای جامعه بیشتر میشه. تو اقتصاد بخوان دخالت بکنن، خب اقتصاد میریز هزینه داره برای ما. توی مثلا تعیین معیارهای اخلاقی بخوان دخالت بکنن، خب هزینه داره. هر چی قابلیت دخالت کسانی که نظریاتشون بر اساس یک سری پیش‌فرض‌های غلط باشه، هر چی قابلیت دخالتشون بیشتر باشه، هزینه برای جامعه بیشتر میشه. اگه قابلیت دخالت تو اقتصاد داشته باشن، خب معلومه اونم هزینه‌اش زیاد میشه. درسته. بعد دیگه در مورد یه موضوع دیگه میخواستم صحبت کنم، این تقابل بین آزادی و عدالت که با هم دیگه زیاد با هم دیگه جور نیستن. یه جایی که میخوای آزادی بدی و چیز کنی، عدالت برقرار نمیشه، و یه جایی دیگه که بخوای عدالت برقرار کنی، آزادی خب ما به آزادی مطلق که اعتقاد نداریم. ما به آزادی تا حدی اعتقاد داریم که شما باعث زجر، اذیت و آزار و تا یه حدی برای بقیه نشین و باعث جلوگیری از آزادی بقیه نشین. این ازم چه؟ شما این آزادی رو ندارین که برین مش بزنین تو صورت یه نفر دیگه. نه، ما این آزادی رو از شما میگیریم. ما با آزادی مطلق اعتقاد نداریم. خیلی فکر میکنم ما با آزادی مطلق اعتقاد داریم، برای اینکه حد آزادی که ما بهش اعتقاد داریم از چیزی که اسلام بهش اعتقاد داره بسیار بیشتره. یعنی ما با آزادی های بسیار یعنی مقدار آزادی رو که ما برای یک شخص قائل میشیم خیلی بیشتر از اسلامه. چون خیلی بیشتر از اسلامه، فکر میکنم ما با آزادی مطلق اعتقاد داریم. نه، ما اگه با آزادی مطلق اعتقاد داشتیم که قانون پس بی‌معنی میشد، حکومت بیمانیم. ولی خب آنارشیست که نیستیم. توی نظام سرمایه داری کلن این آزادی، حالا باز مثلا انتقادی که اگه بشه بهش بکنن اینه که این آزادی باعث شده که از نظر اقتصادی خیلی از افراد مثل ایلین ماسک و مثل جف بزوس و اینا که ثروت زیادی دارن، از لحاظ آزادی تونستن به اونجا برسن. ولی اینجا عدالت رعایت نشده. مثلا شاید بی خانمانای زیادی بودن، با اینکه بس ثروت جور دیگه تو کشور تقسیم میشد که به اون بی خانمانا هم برسه. ثروت ببینین، البته هم تو سیستم سرمایه داری هم فقط تنها راه داشتن سیستم سرمایه داری هم محدودیت و قانونه. خب شما نمیتونین سیستم سرمایه داری داشته باشین که وقتی که
از مثلا قوانین حق به مالکیت دفاع نشه. سیستم سرمایه‌داری میخوره به هم. خب شما باید مثلا، یا اینکه قوانین دوربر تجارت، شما اگه یه محیط امنی برای تجارت به وجود نیارین، مثلا سیستم سرمایه‌داری به فروپاشی میکنه. خب برای اینکه احتیاج به تجارت داره، برای اینکه بتونین اون سیستم یا محیط امن به وجود بیارین که تجارت بشه توش بشه، باید یه محدودیتایی رو معرفی بکنین با قانون. برای همین سیستم سرمایه‌داری به شدت به محدودیت اعتقاد داره، با آزادی مطلق اعتقاد نداره. یه چیز دیگه هم شما دارین میگین، ببینید ثروت یک چیز محدودی نیست که اگه یک کسی ثروتمند بشه معنیش اینه که از بقیه گرفته شده. ثروت اکثر کسایی که ثروتمند میشن به خاطر این نیست که ثروت از یک کس دیگه گرفتن، به ثروت جهان اضافه کردن. خب ثروت یه مقدار مطلقی نیست که مثلا دیگه بیشتر کمتر نشه، معنیش اینه که نه، نوع تقسیمش بقیه... نوع تقسیمش من دارم. یا مثلا الان مثلا الان چون به خاطر پیشرفت تکنولوژی و به خاطر پیشرفت فناوری مالیات برای شرکت فناوری نذاشتن، به خاطر همین این رشد چشمی رو داشتن مثلا مثل تسلا و مثل گوگل و مثل فیسبوک و اینها. ولی الان قانون جدید که میخوان نصب کنن اینه که مالیات میخوان بگیرن، مالیات بیشتر میخوان بگیرن برای فناوری و تکنولوژی، به خاطر اینکه انحصار و قدرت رو از یه جا بکشن بیرون. درسته. حالا دو تا موضوع اینجا پیش میاد. خب تو کدوم کدوم جامعه رو ترجیح میدی؟ مثلا جامعه A یا جامعه B؟ خب تو جامعه A اختلاف طبقاتی کمه. خب مثلا فرض کنیم که ثروت فقیرترین شخص 1 و ثروت ثروتمندترین شخص 10. خب این جامعه A. تو جامعه B اختلاف طبقاتی بسیار بیشتره، ولی فقیرترین شخص ثروتش 10 و ثروتمندترین شخص ثروتش 100. خب برای این اختلاف طبقاتی تو جامعه A 9 بود، اختلاف طبقاتی تو جامعه B 90 بود. خب کدوم جامعه بهتره، A یا B؟ من هیچ کدوم انتخاب نمیکنم، حد وسط این، یعنی یه جایی باشه که حاکمیت و قانون و حقوق مالکیت اونجا تو نظام سرمایه‌داری کامل رعایت بشه. آیا برای شما مهمتر این نیست که فقیرترین آدما وضعشون چیه؟ میگم ازم چیه؟ من میگم جامعه B با اینکه اختلاف طبقاتیش بالاتره، ولی فقیرترین اشخاص توی این جامعه B ثروتشون مثل ثروتمندترین اشخاص تو جامعه A. میگم ازم چیه؟ یعنی من B رو به A ترجیح میدم، برای اینکه بدترین شرایطی توی جامعه B اونقدر بد نیست نسبت به جامعه A. نسبت به جامعه A خب نمیگم خوبه ها، ولی نسبت به جامعه A بهتره. یعنی ما حالا، ولی خب ببین مشکل ما اینه که ما حسادت روی مغز ما خیلی کار میکنه. نمیگم حسادت چیزیه که باید بتونیم حذفش بکنیم، ما نمیتونیم حذفش بکنیم چون بالاخره یه قسمت از روان ماست. خب یعنی شما میونه کلام من بگم، فقط همین حسادتی که میگی تبدیل به رقابت میشه. اصلا رقابت لزوم، یعنی یک چیز ملزوم لازمیه برای سیستم عرضه و تقاضا. یعنی سیستم عرضه و تقاضا با همین حسادت داره کار میکنه. اگه این حسادت و این به صدا چیز نباشه دیگه کار نمیکنه عرضه و تقاضا. یعنی کسی با میل خودش بخواد مثلا یه کاری رو انجام بده یا یه جنسی رو بخره. نه حالا یه بحث دیگه است. میشه وارد اون بحث نمیشم که باید بریم سراغ کسای دیگه، ولی من یه چیزی رو که بخوام بهش اشاره بکنم اینه که شما اگه یه کلبه داشته باشین، خب یه کلبه و فقط خونتون یه کلبه باشه و همه بقیه دورورتون بی خانمان باشن، احساس میکنین، احساس خوشبختی میکنین، احساس میکنین که بسیار ثروتمندی، درسته؟ ولی شما اگه یه کلبه داشته باشین و همه دورورتون قصر دارن، احساس بدبختی میکنین، احساس فقر میکنین. خب در صورتی که تو جفت این شرایط شما همون یه چیزو داشتین، قبلا یه کلبه داشتین، الان یه کلبه دارین. خب و این باعث میشه که اختلاف طبقاتی برای انسان‌ها مهم باشه. خب یعنی ما اگه تو جامعهمون کلی ثروتمند باشن، احساس ناراحتی میکنیم چون خودمون رو داریم با بقیه مقایسه میکنیم. برای همین تو جامعهایی که رشد اقتصاد توش زیاد هست، با اینکه به نفع همه هست، چون اختلاف طبقاتی زیاد میشه، این باعث حسادت و ناراحتی میشه. خب حالا من نمیگم حسادت، چون حسادت منطقی نیست، بالاخره حسادت جزء روان ماست، نمیشه از بینش برد، باید
یعنی یه مشکل سیستم کپیتالیسم این نیست که ما بگیم شما حسادت میکنین پس نباید حسادت بکنین. نمیشه حسادت نکرد. این انسان اینجوری طراحی شده که حسادت بکنه. یعنی یه مشکل سیستم کپیتالیسم این هست که اینو براش راه حلی نداره. یکی خب ولی یکی این، یکی دیگه مشکل این هست که درسته که ما نباید تا وقتی که فقرا وضعشون بهتر بشه خیلی مهم نیست که ثروتمندترین آدم‌ها چقدر ثروت دارن، ولی این اینو در نظر نمیگیره که این باعث تمرکز قدرت میشه و تمرکز قدرت ممکنه دموکراسی رو به خطر بندازه. خب اینم سیستم کپیتالیسم در نظر نمیگیره، چون رشد بدون هیچ قانونی، بدون تنظیم شده، باعث میشه که ثروت توی دست آدمای انقدر زیاد بشه که اینا بتونن اصلا حکومت و دولت و اینا رو بریزن به هم. اینم خطرناکه. خب و برای همین من به کپیتالیسم بدون مطلق اعتقاد ندارم. من به سیستم سرمایه‌داری تنظیم شده و قانونمند اعتقاد دارم و با یک تور اجتماعی، سوشال سیفتی نت، تورای اجتماعی که باعث میشه که ببینید ما بالاخره میخوایم جامعه رشد بکنه و مردم انگیزه داشته باشه داشته باشن برای کار و رقابت، ولی هیچ وقت نباید یه حکومت بذاره که کسی که نتونست تو این رقابت ببره گرسنه بمونه، بی خانمان بشه، یا اینکه نتونه سلامت خودش رو تامین بکنه. اینها هزینه هایی هست که هیچ وقت نباید کسی بده به خاطر اینکه نتونست رقابت درست بکنه. یعنی حکومتی درسته که بتونه یک حداقلی رو برای همه قائل بشه، بالاتر از اون رقابت میکنیم. خب همین سیستم سلامت یا بیمه سلامتی که میخوان برای بقیه، یا مثلا حقوق بازنشستگی که میخوان به اون کسایی بودن که کار کردن، خب بالاخره این از یه جایی میاد دیگه. مالیات باید گرفته بشه از اشخاص ثروتمند. بله. آره مالیات از اشخاص ثروتمند گرفته بشه، ثروت اینجوری پخش بشه. فقط من با برای همین من با سیستم کپیتالیسم منم نیستم، من میگم سیستم سرمایه‌داری مختلف داریم. لیزی چون انعطاف پذیره، میدونی همه جور توی همه حالت‌ها انعطاف پذیره. سوسیال دموکرات‌ها توی یک نظام بانکداری سرمایه‌داری هم میتونن کار کنن، بعد همه حزب‌ها میتونن رقابت کنن توی اون چیز، چون محدودیت خاصی نداره. این یک مورد. یه مورد دیگه هم حالا در مورد خود اسلام بگم، در مورد رباه که ریشه‌اش یهودیه، از یهودی حالا از زمان یهود و موسی و اینها گرفته شده و توی ادیان هم نفی شده. بعد جالبه تو نظام بانکداری ایران الان مثلا هولوش 20% نرخ بهره، اینو اومدن به صورت یک کلاه شرعی درست کردن و دور زدن به قانون خودشون دور زدن. این یک چیزیه که سابقه نداشته توی اصلا. اقتصاد بدون بهره اصلا نمیتونه، ما نمیتونیم. آره معنی نداره. معنی نداره اصلا. یعنی شما هیچ پروژه رو نمیتونین راه بندازین اگه بهره نداشته باشین. شما هر کسی، یعنی تنها پروژه منظورشونه ربا. ربا مثلا این جور که تعریف شده، گفتم مثلا شما یه مقدار پول داری، من این مقدار رو به شما میدم، بعد سود این پول به من بدی، نه که من با یک مثلا با ماشینت برم کار کنم، متوجهی؟ بعد سود تو درسته، ولی ببین بهره این میشه همون بهره، این هم میشه همون بهره. خب من میگم شما اگه نتونید بهره آدمای مختلف، بله شما ببین بهره بانکی به هر بهره ای، خب شما اگه کسی نتونه به کسی پول قرض بده و ازش سودی بگیره، این معنیش این میشه که قدرت رشد پروژه های هر جامعه ای فقط به اندازه تمام پول ثروتمندترین شخص اون کشور میشه. یعنی شما هیچ وقت نمیتونید پولای مختلف آدمای مختلف رو جمع بکنین، شما اصلا یه صد نمیتونید بسازین. خب هیچ کاری نمیتونید یعنی شما برای هر پروژه‌ای رو بخواید راه بندازین، باید برین پیدا بکنین یک نفر بتونه تمام ریسک اینو بکنه که همه پول خودش رو بذاره که مثلا یه صد بسازه. اگه کسی هم وجود نداشته باشه که بنده یه صد پول داشته باشه، نمیتونیم پولای مردم رو جمع بکنیم بهشون یه قول بهره بدین که پروژه‌های مختلف رو راه بندازین. مثلا هیچ اقتصادی اصلا غیر قابل ممکنه. یعنی کسایی که مثلا همین ادیانی که اومدن اینو چیز کردن، مثلا حرام کردن، واقعا واضح‌ترین چیز هست که هیچ آگاهی از روش اصلا رشد اقتصاد، این چیز جدیدی هم نیست. همه اقتصاد همیشه اینجوری کار میکنه. سیستم بانکداری مدرن
خیلی وقت نیستش که این مثلا بانک مرکزی اسم تو آمریکا مثلا بانک مرکزی استقلال داره نسبت به حکومت. یعنی این اصلا خیلی جدا از بانک، این حتی جدا از بانکه، خب حتی از بانک هم جدا است. شما حتی وقتی بانک هم نداشتین، خب یه کسی مثلا میخواسته مثلا فرض کنیم مثلا دو تا مثلا میگیم تو زمان مثلا چه میدونم کجای باستان، مصر باستان، خب شما چهار تا سکه داری، خب میتونی بری باهاش مثلا مرغ بخری، ولی مثلا 5 تا مرغ بخری، ولی جایی که داری برای 30 تا مرغ خوبه، ولی پولی که داری برای 4 تا مرغ فقط کافیه. خب میری به دوستت میگی آقا جان یه مقدار به من پول بده، من برام مرغ میخرم، 30 تا مرغ میخرم، من جاش، تو جاشو نداری، من جاشو دارم. خب تو پول داری، من پول ندارم، من جاشو دارم، تو پولشو داری، تو به من یه مقدار پول بده، من میرم 20 تا مرغ 30 تا مرغ میخرم، بعد که مرغا رو بزرگ شدن رفتم فروختن، یه مقدار سهمش هم میدم به تو، این میشه بهره. این همیشه بوده، این بانک نیست، این همیشه بوده. اصلا اهرام مصر رو کاخ و همش بر اساس همین چیزا ساخته شده. حتی شاهان هم انقدر پول نداشتن که بتونن این پروژه ها رو راه بندازن. تمام تاریخ اقتصاد بر اساس همین قوانین بوده. اصلا نمیشه نباشه، خیلی غیر منطقیه. نرخ بهره هم توی همین مدت که کرونا بود خیلی تونست کمک کنه که جلوی تورم، اولا الان مثلا نرخ بهره آمریکا نزدیک به صفره، میخوان نرخ بهره زیاد کنن که جلو تورم بگیرن، باز تورم و بیکاری با هم دیگه رابطه دارن. یعنی خیلی تونسته کمک بکنه این نرخ بهره و سیستم نظام بانکداری سرمایه‌داری که تو این دوران کرونا که این همه آدم بیکار شدن دو مرتبه برگردن سر کارشون. ولی حالا دیگه از نظر اسلامی درسته که مشکل داره، بگن حالا مشکل داره این ربا این چیزه، ولی یک کلا شرعی برای خودشون خلاصه درست کردن که بتونن این قانون رو دور بزنن. آره، مرسی میلاد جان، فعلا مرسی. ممنون از وقتت، ممنون شما، خداحافظ.